سلام. پس از بیش از 100 روز انتظار، رئیس جمهور غنی و رئیس اجرایی عبدالله فهرست 27 نفری کابینه حکومت وحدت ملی را اعلام کردند. علت تأخیر کابینه هم گزینش افراد شایسته و پاک گفته شده بود. اما تنها چند ساعت پس از اعلام کابینه، رئیس جمهور غنی با یافتن نام یکی از چهره ها در فهرست افراد زیر پیگرد پلیس بین المللی غافلگیر شد. با بار برخی ها تغییر دیگر بازی شکن کنار رفتن آقای جیلانی پوپل از نامزدی وزارت مالیه گفته شده است. اینکه چرا آقای پوپل از این نامزدی انصراف کردند و پرسش های دیگر در این برنامه پاسخ داده خواهند شد. من راتب نوری هستم. آقای پوپل، خوش آمدین. علت انصراف شما از نامزدی وزارت مالیه در چی بوده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اول خیلی تشکر که تشریف آوردین و سوال از ما کردین تا این موضوع از طریق شما برای هموطنان خود تشریح کنیم. شما خبر دارین که در جریان مبارزات انتخابی در دور دوم ما مسئول کمپین جناب دکتر صاحب اشرف غنی که فعلا رئیس دولت اسلامی افغانستان هستن بودم. در جریان مبارزات انتخاباتی ما روابط بسیار گسترده با مردم در اطراف و اکناف افغانستان قائم کردیم و تانستیم که تیم تحول و تداومی که دکتر صاحب اشرف غنی در رأسشان قرار داشت او را با موفقیت برسانیم. بعد از موفقیت دکتر صاحب اشرف غنی و بعد از اینکه حکومت وحدت ملی به وجود آمد، قراری شد که دکتر صاحب از ما خواهش کردند که اگر ما همی ارتباطات مردمی و همچنان به خاطر تحکیم و استحکام خود تیم تحول و تداوم، اگر یک نقش بسیار مسئولانه و بارز داشته باشم و مسئولیت از این کار را برای ما بتن که ما هم امرایش را قبول کردیم در ابتدا. وقتی که در جریان قرار شد که کابینه جور شد و در این جریان باز دکتر صاحب اشرف غنی از من خواهش کردن که اگر من مسئولیت وزارت مالیه را بگیرم و در پالوی از این کار که باید این تیمی تحول و تداوم چطور میتونیم که هنوز نگاه کنیم و مستحکمتر بسازیم و او را زیادتر بتانیم که از طریق از ما با مردم افغانستان صحبت کرده بتانیم و نظریاتشان و شکایتشان انعکاس داده بتانیم به مقام ریاست جمهوری و به از این خاطر ایره گفتن که ار دو کار باید تو پیش ببریم. در جریان وقتی که من قبلا معین وزارت مالیه بودم در زمانی که دکتر صاحب اشرف غنی وزیر مالیه بودن و وقت ما معین وزارت مالیه بودم و مسئولیت ما زیادتر عواید و گمرکات بود که در وقت تانسته بودیم که کارهای بسیار بزرگ کلانی را انجام بدیم و بنیادهایی که امروز سر از او باز دیگه وزیر صاحبا اعمار کردن در زمان دکتر صاحب اشرف غنی اینجا گذاشته شده بود. باز وقتی که چلنجای شد دیدیم و داخل تفصیلات شدیم فهمیدیم که دو کار در یک وقت کرده نمیتونیم. یا باید کار مردمی را پیش بگیریم یا کار وزارت مالیه را پیش بگیریم. دیگه هر روزی که معلومات مزیاد شده میتونیم چون شما خبر دارین که ما در یک وضعیت اقتصادی بسیار بحرانی قرار داریم و از طرف دیگه روابط ما بعد از اینکه همین تیم تحول و تداوم بسیار زیاد ضرورت داره که ما دوباره سر از این تیم توجه خاص کنیم که بتانیم که خودش در استحکام دولت، در رابطه ما با مردم، با طرفدارای ما نقش حیاتی داره و این هم از اهمیت بسیار برخوردار بود در جریان امی مذاکراتی که با هر دو تیم موجود بود و در کابینه سازی و در تعطیلات و هم یک کمکی چی شده بودن، به ارتباط مانده بودن. باز بالاخره با جناب رئیس به دولت صحبت کردیم که یکی از این وظایف من حاضر هستم که پیش ببرم یک وزارت مالیه را، یا برای ما میتونیم در این صورت ما این کاری که نماینده خاص شستم در این مورد که کارهای مردمی و ولوسی و شکایت مردمی ره، یا این کار یکی از این دو کار باید تصمیم بگیره. تمایلم به کار سیاسی و مردمی زیاد بود از خودم. باز بساس زمی صحبتی که ما با رئیس داشتیم بالاخره به این نتیجه رسیدیم که
دوستای دیگه بسیار خوب و مستعد و کارکن و متخصص هستند که او کار زیادتر پیش برده میتونن. اگر این کاری که قبلا به شما تشریح کرده میره مسئولیت چه برمه دادن که این کار ما باید پیش بره. من از این خاطر در نتیجه کدام اختلاف، در کدام نتیجه کدام موضوع دیگه که باشه قطعا این حقیقت نداره، فقط به اساس یک مسئله تو مشوری که بین ما و رئیس دولت بود به اساس از این فیصله را. آقای پوپلنگامی که شما خواستین انصراف کنین از نامزدیتان، واکنش رئیس دولت چی بود زمانی که این موضوع رو به اونا مطرح کردیم؟ من با رئیس دولت موضوع رو تشریح کردم و او قبلا خبر داشت و قبلا هم برای ما میره گفته بودن که این کارها را خودت باید بکنی. وقت وزارت مالی یک چیز نو آمد در جریان که کابینه سازی بود به اصطلاح، این گپ نو آمد. او گفت باز این اول ما خودم میره قبول کردم، پس آن باز متوجه شدم که نه، به اصطلاح ما شما دو تربوز در یک دست گرفته نمیشه. او شما از روابط ما رئیس ادارات خبر دارید که ما قبلا هم امروش کار کردیم، مامورش بودیم، معین وزارت مالیه بودم و از اون وقت حالی روابط همیشه یک اعتماد موجود است که از نزدیک کار کردیم. نه تنها با او از نزدیک کار کردیم بلکه با جناب دکتر سب عبدالله و یا هم از نزدیک شناخت داریم و یعنی هیچ کدام مشکلی در دستگاه دولت برای ما موجود نبود، بلکه با اصلاح و با مو امی پیشنهاد ما با تاسف پذیرفته. یعنی من هنوز هم میخواست که ما وزیر مالیه باشم، یعنی اما دلایل ما را مورد قناعت قرار گرفت. پس در نخست چگونه با رئیس جمهور شما موافقت کردین که این پست بپذیرین؟ بله، این یک کلان یک بودی که چون معلومات ما به مجرد که مرا چی ساختن کاندید ساختن دیگه، من باز معلومات در این مورد زیاد ساختم، در تفصیلی مسئله رفتم، در تفصیلی مسئله که رفتم باز گفتیم که نه، این کارست که باید 100% خود آدم در این کار متوجه بسازه. این کار نیست که تو نیمی روز یک کار بکنی یا مثلا یا شام تا 5 بجه یک کار کنی، باز 5 بجه به یک کاری مردمی پیش بری. اردوش کارهایی است که چرا 24 ساعته کار میخواه. خوب است که یک جوانی بسیار پرانرژی و متخصص و لایق آقای که میره اونا معرفی کردن که شما خبر دارین که یکی از ترجیحات جناب رئیس دولت است که چطور اقتصاد افغانستان دوباره احیا کنه و کلانترین مسئله بیکاری است که ایره سرش چیز کنه و سرش تاکید کنه. برای از او برنامه زیاد داره، از او خاطر خوب است که ما کسی باشه که 100% دموکار چیز توجه و تمرکز داشته باشه. گزارش های وجود داره زمانی که شما نامزد شدین به پست، شماری از وکیلای مجلس از شما پول خواستن و یا هم در برخی موارد گفتن که نزدیکان اونا باید به گمرکات گماشته شود در صورتی که برنده شود. این چنین چیزی بوده؟ بسیار تاسف میکنم که این گپ در میدیا نشر شد. من در زمان که رئیس ارگان های مالی بودم با وکیل صاحب هم ارتباطات نزدیک داشتیم، روابط بسیار صمیمی و شخصی کتشان داریم. شما حتما گزارش دارین از کسایی که در زیادترین توقع میره که زیادترین رای در پارلمان بگیره، یکیش من بودم و هنوزم روابط موجود است و من بسیار تعجب کردم، تعجب نکردم، بسیار خوش شدم بسیار زیاد وقتی که اعلان شد که من کاندید هستم. اونا داوطلبانه خودشان برام کمپین میکردن از هر سمت و از هر قوم و از هر قسمت افغانستان، خصوصا خاطرات بسیار خوبی را ذکر میکردن که اکثرش باید ما هم نبود در زمان ارگانای مالی، بس اساس بسیار ما را افتخار بخشیدن کدام به صورت بسیار ناجوان مردانه و به صورت کسی دینی راپور در پژواک از نشر کرده بودن واسه یک تلویزیونی بنام شدم شاده میده از این دقل خیلی بودیم که من خودم بسیار متاثر شدم، چرا که لطف از او اما پشتیبانی به قید شرط از او را میدیدیم و در پالیو از این داخل تو یک خبر برامد بسیار خوش نگران شدیم که نما بود دوستای ما ایره فکر کنه که گفه ما بوده یا سخن ما بوده به هیچ وقت باید یک من این گفه نزدیم و نخواد زدیم و ازشان میشه تشکر میکنیم و میال هر شب با میشینم گروپ گروپ دوستایی که از تمام افغانستان است، تمام ولایت افغانستان بودن و فقط ازشان تشکر میکنیم که شما به خیلی شد بس چون این تقاضایی نشده بودن.
چی صورت نگرفته. آقای پوپل، شما روند پیکارهای نامزد وزیرا را چگونه بررسی میکنین؟ آیا فکر میکنین که یک روند شفاف است و هم به فساد کشانیده میشه؟ در انتخاب جا خودی که بعد از بسیار کوشش زیاد یک کابینه جور شده که چند خصوصیت داره. اول خصوصیت چیست که چهره تازه در زیادتر است، چهره تازه و نو است. دوم چهره جوان زیاد است. اوسط عمر کابینه ما 47 سال است، 47 سال است. دیگه این یک خصوصیت دیگه ایش است. از تمام اطراف اکنون افغانستان است، باز وقتگان دو جای شکایت شنیم، اون هم در حالت اصلاح شدن است که بعضی مناطق افغانستان کمتر نمایندگی داشته، او هم ما دیدیم که دفعتاً متوجه شدن و اصلاح کردن. ما باید با جوانای خود باید اطمینان داشته باشیم که اینا هم صلاحیت دارن و هم وطن دوستی دارن و میتونن که افغانستان، هم انرژی دارن که افغانستان از بن بست بکشن. جناب رئیس دولت به این عقیده است که در افغانستان سی اکثریت موجود است که ما باید کل فعالیت های خود رو تمرکز بودیم. اول اکثریت مردم غریب افغانستان هستند که و اقلیت مردم پولدار و مالدار افغانستان است. دیگر پالیسی و هر کسی که باشه باید ببینی تمرکز داشته باشه. اکثریت دوم جوانای افغانستان است که 65% افغانستان سنش میین که 35 پایین تر است، در 5 سال آینده ای انوز بالاتر میشه. این فیصدی جوانا اونا باز به این تاکید دارن که جوانا را بیارین. البته وقتی که یک کار نو میکنین عکس العمل پیدا میشه. عکس العمل هر نوع تغییری که آدم میاره یک عکس العمل داره. شاید بگین که به تجربه سو نمیفهمه و یا بلد نیست و در مردم داری بلد نیست، مگر بر ما شخصا بر خودم تجربه است در اداراتی که قبلا ما خودم بایستی رئیس کار کردیم که جوان ها جذب زیر دارن که بزرگترین فرصت خود عیار بسازن و کارهای انرژیم دارن که کارهای خوب کنن. دیگه زن هاست که اون یک اکثریت محروم افغانستان است. فلحاظ توجه خود رئیس دولت و رئیس اجرایی زیادتر سریست که این مردم اگه نقش بتن. از این قدر افریج عمر از این کابینه جوانتر است، امیدوار استیم که مورد قبول پارلمان افغانستان قرار بگیرد. امی روند پیکارای از اینا چگونه از فکر میکنین که به فساد کشانده میشه و یا شفاف خواهد بود؟ در دموکراسی خوب هر کس حق داره که لابی کنن و لابینگ جمله کارهاییست که تو مردم قناعت بتین. وزیس ایبو هم از جوان هم از آدم هایی که قبلا شناخته شده استن مده به این جریانات پیکارات این پیکارهای انتخاباتی و لابینگ که برای پارلمان میکردن بسیار فعال بودن که تو وکیل صاحبان میدیدن. ایتون کدام نشانی و دست ما نیست، کدام گفی نیست که حالا بر شما بگویم که اینجا ما یک ثبوت داریم که اینجا خدا نخواسته کدام فسادی یا کدام کار غیر قانونی صورت بگیره. اگر صورت هم گرفته باشم متاسفانه یا خوشبختانه من هنوز کدام اطلاعی نداریم. این گپا باز پسان معلوم میشه وقتی که در این جریان و قضیات معلوم نمیشه. بعد از اینکه این کابینه یا تیر شد یا رد شد باز بسیار گپا میبره. اگر کدام چیزی باشد من دو وقت خواهد معلوم باشه. آقای پوپل، در رابطه با پذیرفتنتان پذیرشتان همه نامزدی وزارت مالیه را و بعدا انصرافتان از این پست، با دوست نزدیک خود رئیس جمهور کرزای هم شما مشورای کرده بودین، دید اونا چی بود؟ در این مورد خاص من هر وقت متواتر به خدمتشان حاضر میشم، تقریبا رفته به خدمتشان میریم. رئیس دولت ما باید کرزای سیمن نتانا رئیس جمهوری ما بودن بلکه او را بایست کلان مملکت خود میدانیم. احترام از او را بسیار زیاد بر خود لازم میدانیم. در این مورد خاص کوا نظر داده باشن این کار این فقط مشوره بین ما و رئیس به دولت جناب دکتر سیف اشرف‌خانی بود. در این مورد با کرزی سر صحبت نکردیم. آیا در حکومت رئیس جمهور غنی شما کدام سمت دولتی برتان در نظر گرفته شده؟ اگر بله کدام سمت؟ بله، من را میخواهی که نماینده خاصش باشم در امور سیاسی، زیادتر روابط مردمی را و انعکاس بتم
که از مردم به تفاهم برسم، شکایت مردم باید به جناب دکتر سپهشهربانی که آره یک دولت واحدی از دکتر سپهشهربانی و دکتر عبدالله در خدمتشان قرار داشته باشم. چون دلیلی که من دکتر سپهی پست میخواهی است که من در وقت ارگان مالی و تمام ولسوالی و ولایات و شاروالی ها در تماس بودیم، شناخت ما و عزیز مشکلات مردم زیاد است و همچنان اشخاص و افراد هم میشناسیم و دوستای ما مثلا روابط هم داشتیم یا رسمی یا شخصی. از این خاطر با گفتن که زیادتر به این کارهای مردمی شاید مناسب تر باشه که ما مداخلت داشته باشیم. بسیار خوب، شما تابعیت ایالات متحده امریکا رو دارین؟ نه ما گرین کارت داریم و اسناد خود با شورا مجرایی کرده بودیم. ما در زمانی که ما تا سال 1958 الا 19 تا سال 2000 ما در پاکستان بودم، در شهر پشاور، در شهر ایالت پشتونخوا، خیبر پشتونخوا زندگی میکردم. اونجا در راست یک موسی غیر انتفاعی بودم که در مناطق مهاجرین و در مناطق چیز کار میکنم، در مناطق که تحت کنترل مجاهدین اون وقت بودن در داخل افغانستان، کارهای هم اعمار مجدد از قبیل زراعت و تعلیم و تربیه و باغداری و سرکسازی و پلچک و تمام این کارهایی که در وقت ضرورت بودن اون کارها میکنیم. در زمان در دو سال سه سال اول طالبان این کار رو میکردیم، بود در سال 2000 ما باز رفتم به امو موسر رو میلا کردم، استعفا کردم. موسرم خود ما جور کرده بودیم و مؤسسش هم ما بودیم، یک گروپی دوستای ما بودن که در رسش ما بودن. باز اینجا با امریکا رفتم تا سال 2001 واقعی سپتامبر شد در اونجا بودیم. باز که فامیل خود رفتم اونجا زندگی کردم. باز اونجا دوباره در زمانی که دکتر سپهشهربانی وزیر مالیه شد، من در وزارت مالیه آمدم. بعد از سه سال از وزارت مالیه هم در تیم نو که آمد، بود تیم نو که دکتر سپهشهربانی بود وقت، باز تیمش هم نو شد. به اصطلاح دیگه ما هم از اونجا رفتیم. دوباره دکتر سپهشهربانی رئیس به دولت من خواستن مسئولیت ارگان های محلی رو بود از یک سال وقفه، یک سال یا دو سال وقفه ریاست ارگان های محلی رو دادن که تا 2012 من مسئولیت از او را داشتم و بعد از او هم از وظیفه خود استعفا کردم نظر به بعضی مشکلاتی که بود. منتظر بودیم که مشاور کرزایش بودم، بعد از در داخل ارک یک پست بسیار عادی بود، پست بسیار مهم و اجرایی نداشت، فقط همونجا موجودیت داشتیم تا اینکه در مبارزات انتخابی دور دوم. در دور اول مبارزات انتخابی بی‌طرف بودیم چون دوستای مشترک ما کاندید و در دوم از دکتر سپهشهربانی حمایت کردیم و در تیم از اونا بودیم و گپ تا اینجا رسید دیگه. اینجا زندگی کردیم، اولادای ما اینجا درس خوانده، اما ما بیشتر زیاد وقت اینجا تیر نکردیم. ارزیابیتون از وزارت مالیه چگونه است؟ وضعیت مدیریتی رو در وزارت چگونه شما یافتید؟ شما اونجا کارم کردید و بعدا هم در جریان هستین. زیادتر مشکلات اقتصادی افغانستان است که انعکاس کرده اونجا. اول انتخابات ما بسیار دراز و طولانی شد و بسیار متنازع شد انتخابات ما. بعد از اینکه مشکل پیدا شد، موضوع کابینه بسیار زیاد به درازا کشید. در عین وقت خروج قوای امریکایی و بیسایشان مسدود شد از قوای بین‌المللی. قراردادی کنان هم قراردادهای خود دیگه دوباره تازه نکردن، رفتن. با خروج قوای خارجی از افغانستان کمک‌هایشان هم بسیار کم شد که خودش سر وضع اقتصادی ما بسیار تاثیر بد گذاشت. مثالش هم قبلا بر شما گفتیم که 400 هزار نفر هر سال داخل مارکت میشه جوانای ما برای کار و در سال 2014 ما نتونستیم که کار خلق کنیم چون فرار سرمایه هم بود و مردم از امنیت و از آینده افغانستان هم خیلی
نگران بودن. در پروژه در یک رقمی بسیار درست شاید نباشه، مگر تخمینی بعضی دوستایی که تخمین میکنن میگن شاید حدود 500 هزار کاری که مربوط به بیسای بودن و قرارداد بین‌المللی شرکت های ترانسپورتی و شرکت های امنیتی بودن یا هم به دسته بیکارا اضافه شدن که قدرت خرید بسیار پایین میره وقتی که بیکاری شد. و دولت افغانستان یکی از مصرف کننده های اصلی افغانستان تبدیل شد. قبلا پای بین‌المللی و همین قراردادی های کلان که بودن یا مصرف کننده های کلان بودن دیگه. کل این فشارش ما نادیدیم که در بودجه افغانستان و دوای افغانستانی بیخی معلوم بود که ما امروز و منوز هم یک کسر بودجه اضافه تر 130 میلیون دلار کسر داریم و عواید داخلی هم چون وضع امنیت هم خراب بود و سرمایه گذاریم صورت نگرفت، قدرت خرید هم پایین رفت دیگه. عواید گمرکی که ما زیادتر سر زور اتکا داریم او هم تقلیل یافت دیگه، از سرمایه گذاری جدید هم صورت نگرفت. فراز این چیزا بود که وضع عمومی افغانستان سر وضع اقتصادی افغانستان که سر بودجه افغانستان و سر خزانه افغانستان تاثیر داشت یک مشکلش بود. مشکل دوم که در وزارت مالی ما متوجه شدیم که مانند سایر ادارات افغانستان یک فسادی داری، یک مانند یک سرطان واری در تار و پودی تمام ادارات دولتی به شمول وزارت مالیه یعنی اینجا با وجود بودن خصوصا در گمرکات. یک دلیل عمده شیست که چون سیستم مافیات بود مثلا یک و هیچ کس مورد بازخواست قرار نمی گرفت، فلحاظ در این مورد یک مشکل کلان از این خاطر بود. من متوجه شدیم وقتی که یک رئیس گمرک تعیین میکنن او رئیس گمرک به صورت تنهایی نمیتونست که فساد جلویش بگیرن، مثلا پلیس سرحدی بود، امنیت ملی، والی، خود دفتر والی و شخص والی و دیگر نهادهای حکومتی مثل وزارت تجارت یا تمامش اینا باید به هماهنگی کار میکنن که از قاچاق جلوگیری میکنن، از فرار عواید حکومتی جلوگیری میکنن. این هماهنگی اینجا موجود نبود و تنهایی یک شخص چیز نمیتونست کار کنه، خود در درون سیستم هم فساد موجود بود. این سبب شد که عواید افغانستان پایان بره و باز اقتصادی خراب شد. ما نتانیم که امو بنچمارک ها و امو شاخص هایی که صندوق وجیب بین‌المللی بر ما تعیین کرده بودن و یا ما بر خود تعیین کرده بودیم بر خاطر یک اقتصاد متداوم و سالم او را نتانستیم که باز از امون شرایط پوره کنیم دیگه. یا از جمله مشکلات چی بود که امروز ما باید پالیسی اقتصادی که در وزارت مالی با طرح همیشه باید تمرکزش به طرف کاریابی باشه و همچنان براندیزی پروژه بسیار بزرگ حیاتی بر افغانستان مانده، سرکا و بند و انها رو در ساعات مختلف مثل سمنت که جناب رئیس دولت هم در این مورد نظریات خاص داره و ما به صادر کننده برق و سمنت در این منطقه تبدیل شیم در قصیر مدت. در طول مدت ما البته ذخایر بزرگ معدن و ذخایر طبیعی داریم که سر از او باید ترک از این باید تمرکز و ترجیحات وزارت مالیه که در کجا باید سرمایه گذاری بگیره نظر به پالیسی خود رئیس دولت که دارن، پالیسی اقتصادیشان باید تون هم تغییر کنن دیگه. این مشکلاتشان البته برای حل از این راه های هست، راه های قصیر مدت هم هست و طویل مدت هم هست که امیدوار هستیم که چون یک ارادی سیاسی قوی در سطح خود رئیس ای دولت و رئیس ای اجرایی موجود است که به این مشکلات بپردازن، انشاءالله تا بهار امسال آینده ما باید کارهای عملی را در قسمت بازسازی اقتصاد افغانستان شروع کنیم که وزارت مالیه در یک نقش بزرگ خواهد داشت. با اشاره به فسادی که در وزارت مالیه گفتین وجود داره، فکر میکنین که گمرکات افغانستان مافیایی شده تقریبا به دست یک مافیا کلان افتاده که رهایی از او کار آسان نیست؟ نظرش ماییست که کل مافیا سیستم مافیایی در تمام تار و پودی تمام ادارات افغانستان موجود است که وزارت مالیه هم از او در امان بودن هم میتونست.
یعنی او را گفته نمیتونیم، چون باز مطالعه زیاد کردم فهمیدم که این سیستم در دیگه جا است و تنهایی البته در دیگه ساعت در اقتصاد افغانستان خصوصا دیگه موجود است که یکی از چلنجای حکومت نوی خود بود که با این مافیا چطور مقابله خاطانست یا نخاطانست، باید مقابله جدی و پیگیر صورت بگیره و ریشه های و عوامل ازی را باید از بین ببرن، چون متاسفانه که در این 13 سال دیگه این مافیا بیشتر تقویه شد. پس فکر میکنین که حکومت قادر خواهد بود که با فساد مبارزه کنه اما قسمی که رئیس جمهور غنی تعهد کرده؟ خود رئیس دولت خیلی مصمم است که با این فساد مبارزه میکنه و در این قبلا هم که در وزارت مالیه و رئیس وزیر بودن بسیار موفق بود در این کار، دانستن که جلب فساد را بگیرن. امیدوار هستیم که و این ضرور هم است که جلب فساد اداره باید بگیره، اگر این فساد اداره جلب ما را خواهد گرفتی و این مافیا باز روزگار ما را خواهد خراب ساخت از افغانستان مقصد ما. آقای پوپل و حکومت وحدت ملی را ایجادش چی دید دارین دربارش؟ فکر میکنین که حکومت پیروز خواهد بود یا خیر؟ البته حکومت هایی که ائتلافیست باز وقت مشکلات خود می داشته باشه در کل دنیا، مگر بسیار خوش هستیم که هم دکتر سباش افغانی هم جرامی دکتر سر عبدالله بسیار نزدیک کار میکنن. باز حکومت وحدت ملی خوبیم داره که دیگه در افغانستان فعلا یک چیزی اپوزیسیون یا جناح مخالف نیست دیگه، یعنی 90% مردم افغانستان به می دو شخص به می دو کمپ مربوط هستند. اگر اینا از نزدیک کار کنن و به خاطر مسائل مملکت کار بسیار نزدیک و بسیار هماهنگ کنن، افغانستان بر همیش از بنبستای آینده هم میکشن می جلو فساد گرفته شد مثلا و جلو بیعدالتی گرفته شد و قانون تطبیق شد اقتصاد افغانستان دوباره ایها شد، بازی انشاءالله یک مثال خواهد بود که ما را از مشکلات آینده هم خواهد در امان خواهد ما را نگاه خواهد کرد. مگر خدا خواسته اگر ای همکاری نباشه باز ای میتونه که به اختلاف هم تبدیل شد. فعلا که میبینیم به فضل خداوند بین جناب رئیس دولت و جناب دکتر عبدالله رئیس اجرایه در تمام موضوعات هم مشوره صورت میگیره و هم هر دوشان منواز یک تیم فعلا کار میکنن. رئیس که آلگه تیم ای تیم و یا تیم دیگه دو تیم موجود نیست، فعلا یک تیم است. از این خاطر رئیس بی دولت کابینه رئیس بی دولت است و رئیس بی اجرایه هم در رأس شورای وزیران هستن و از خود صلاحیت ها و مسئولیت های دارن و هر دوشان مردم های بیشتر وطن دوست و کسایی هستن که منافع افغانستان هم درک کرده میتونن، حالات بیرونی افغانستان هم تحلیل کرده میتونن. بس راست از او خود مسد فیصد متعقن هستیم که انشاءالله ای به طرف بی بود خود رفت. مردم کمک نگران بودن از تأخیر کابینه و یا اما این نگرانی از انشاءالله رفع خواهد شد از خاطر از اینکه این گپ ها به صورت طبیعی میه در یک ساختار. یکی از علتهای تأخیر کابینه هم گزینش افراد شایسته و نخبه و کاراگاه گفته شده بود. فکر میکنین که هر دو رهبر حکومت وحدت ملی گزینه‌های بهتری از این داشتند یا بهترین کابینه همی است؟ و افغانستان که کشور کلان است، شاید در شرایط فعلی به نظر ما بهترین انتخاب شده گرفته که از ترکیبی از هم از نمایندگی سیاسی مردم افغانستان کرده بتونه هم از نگاه تکنیکی و مدیریتی قابل اعتبار باشن. فکر میکنم که یکی از بهترین کابینه است که با یک روحی جدید، با یک خون جدید و همچنان با یک اجندای جدید آمدن. رئیس دولت برای آوردن هماهنگی بین وزرا تمام پروگرام خود در چند روز برشان تشریح کرد، برای اینا که کل باعث یک تیم به خاطر یک تطبیق یک اجندای مشترک حکومت وحدت ملی کار کنن که خدا نخواسته در خبر شده که هر وزیر با ذوق و سلیقه خود کار میکنن، بلکه یک اجندای ملی موجود است که به اساس از او باید کار کنن به خاطر تطبیق از او. مگر رئیس به
جمهوری رو واضح ساخته دو گپ. اول گپ واضح ساخته که باز از 6 ماه ما ارزیابی میکنیم. چه امکان داره که در 6 ماه کسی که فکر کنیم که آدم تمام محاسبات صورت گرفته، مگر در 6 ماه بعد ثابت شده که خیلی مفید نیست، دویسه باز تصمیم میگیره. و دوم به شورای ملی رو ما حوال کرده به ولیسی جرگه که شما هم قضاوت نکنین، اشخاص شما هم ببینین هر فیصله که شما میکنین اونم هم بر مقابل قبول و قابل اعتبار است. یعنی از چند فیلتر برادرها تیر میشن، برادرها هم شرایی که وزیر صاحبایی که در کابینه هستن و ایده تو نمیکنین که بعد از 5 سال میگن هر 6 ماه بعد میبینیم که اجنده و برنامه که داده شده در تطبیق قضیه چقدر موفق بوده نبوده. بعد از قضاوت صورت میگیره. خوب است که چانس داده شده بعد از قضاوت صورت میگیره. رئیس جمهور غنی وعده کرده بود که حکومتش یک شرکت سهامی نخواهد بود. حالا با اعلام کابینه فکر نمیکنین که طرفای سیاسی افغانستان، طرفای بزرگ در این کابینه سهم دارن و شبیه یک شرکت سهامی است؟ او رئیس تمام وزیر بار امروش مصاحبه کرده و وی اشخاص از هر طرف لیستایی که آمده به رئیس دولت او را کتششته و مصاحبه کرده و سوال کرده و پلانایش را پرسیده و وجن از او را و دید از او را راجع به میکاروس. بعد از او تصمیم گرفته که کی خوب است کی نیست. باز وقت چرا که باز اشخاصه که کتش مصاحبه کرده اکثر کسا را قبول نکرده و کسایی که فکر کرده که هم قدرت تکنیکی داره و هم نمایندگی سیاسی کرده میتونن کی میفهمین که اردوی عجیبی سا ضرور است در یعنی شرکت سامی بود که به اساس یک سامی هر کسی که کسی رایی میکرد کار میشه دی کار نشده. شما حتما خبر داریم که باز یک اضافه 100 نفر یا خود جناب رئیس دولت مصاحبه کردم و کسایی که فکر کرده که ای به این پست مناسب است امور انتخاب کرده. با شما هم مصاحبه کردن بود؟ کتما دیگه تقریبا 12 سال است که مصاحبه میکنه رئیس از وقتی 2003 دیگه تا حال ما در خدمت شان هستم، همیشه روابط نزدیک با شان داشتم و پیش از اگر در حکومت بودن یا نبودن روابط نزدیک شخصی کردشان داشتم. در معرفی نامزد وزیرا چند از عناصر بیرونی و داخلی نقش داشتن؟ کشورهای خارجی و عناصر پرقدرت داخلی؟ ولی از خارجی هیچ خبر نداریم، مگر رئیس با کلانه مملکت همیشه در مورد مشوره میکنه. شاید به خاطر اشخاص نکرده باشم، مگر باز مشوره را در مسائل ملی و حتی به امللی با کلانه وطن نمیشه مشوره میکنن. اما هیچ گونه تاثیر خارجی فکر نکنم که دینیا باشه، چرا که یکی از یا گفتین که اکثری نفرهایی که شما گفتین ما هیچ شناسایی که تزا نداریم. یکی از قول یکی از منابع دیپلماتیکی در کابل موجود است شخصا برای ما گفت که یار ما قبلا نمیشناسیم میگه فاره نینیم ما نشیست که هیچ کنم نقش دیده کار نداشت. علت کمرنگ بودن جهادیان پیشین در کابینت چی بوده میدونم؟ ولد چهرهای جهاد هم در کابینه موجود است و آستاستا دیگه انتقال قد پیدا میکنه از یک نسل به نسل دیگر به دوم نسل و مردم افغانستان تمامش در جهاد و مقاومت سهیم بودن. اکثر مردم افغانستان امیر بیشتر چهرهای خوبی جهادی در بین زینا موجود است که از او انکار کرده نمیتونیم. در گذشته در کابینه گذشته باز اشخاصی بودن که هم چهرهای جهادی بودن هم چهرهای غیر جهادی موجود بودن. بیشتر هستند؟ چرا غیر جهادی؟ اگر ما نسل جوان رو بگیم، این نسل جوان کسایی بودن که دمی ظرف 15-20 سال چیز کردن، خود ظاهر ساختن دیگه. این به صورت طبیعی به از یک نسل به نسل دیگه انتقال میکنه. فکر میکنین که روند رایدهی به نامزد وزیران یک روند بسیار طولانی خواهد بود؟ فکر میکنم که روز یک شنبه به تمام وزیر صاحب با رای داده خواهد شد، چرا که وکلای شورا و وکلا هم از وضعیت اساسی مملکت با خبر هستند و میفهمند که دیگر
ابطال دادن به کابینه کاری ثواب نخواهد بود. اونا هم خیلی عجله دارن که هرچی زودتر گفای وزیر صاحبه را بشنون و در روز یک شنبه آینده برای تمام وزیرا صندوق گذاشته خواهد شد و امیدوار هستیم که فیصله پارلمانی باشه که با وزیر صاحبه نامزد شدن چانس داده شود. اگر تخمین کنین از جمله وزیرایی که معرفی شدن و رای برشان انداخته میشه، فکر میکنین چند درصدشان رای اعتماد مجلس نمایندگان به دست خواهد آورد؟ این یکی از وقتی در صندوق رای گیری هر کس استاد میشه یک گفت که دایم برای وکیل صاحبه ما میزنیم، وقتی که ما کاندید هستیم، وقتی که در صندوق استاد میشین با وجدان آسوده باید رای تنم راجعه بمیتونیم، با وجودی که روابط شخصی داریم، روابط دوستیم داریم و ارتباطات هم داریم که دیگر خوب میشناسیم، خود امور را لطفا نادیده بگیرین و با وجدان قضاوت کنین که همین شخص لیاقت زیر یا همین امانت داری را کرده میتونم باز بتونیم. دیگر وکیل قضاوت داره، تخمینات بسیار مردم میگن مگر اکثرا اون تخمینا دروغ میبره، غلط میبره، مثلا باز میگن که اضافه از 50% شاید کامیاب شون، یک تعدادش باز می نه تمام کابینه رای داده میشه چون برشان چانس داده میشه که چی کنن چون کابینه که نباشه و بازم تفصیل داره خودم. من خودم هیچ هرچی که کوشش میکنم که به نتیجه برسم، حد زده بتانم همین تخمینه کردن نتانستم بدون از اینکه آرزومندی کنیم که کلشان رای بگیرن. اولویت های افغانستان در برنامه حکومت وحدت ملی از نظر شما چیا باید باشن؟ از نظر خود رئیس به دولت که او برنامه دولت ملی را تشکیل داده، اولین موضوعش موضوع کاریابی است که باید ما چطور با جوان ها کار پیدا کنیم، که بو خاطر پروگرام شیست که پروگرام های دارن که در سال آینده در جریان 2015 و 2016 اقلا 1 میلیون کار خلق کنن. بو خاطر پروگرام های بسیار وسیع کاریابی را که هم برای ما افغانستان ضرورت است و هم زیر دست گرفتن هم یعنی با کشورهای خلیج و با کشورهای غربی در حالت مذاکره هستند که چطور زمینه سازی کنند که ما برای 1 میلیون افغان کار پیدا کنیم، از خاطر اینکه بالا امنیت ما و همچنان برای اقتصاد ما برای جامعه ما تاثیر بسیار بزرگ داره. دومش موضوع امنیت افغانستان است که سر امنیت افغانستان هم تأکید زیاد دارن که ما آماده باشیم در مقابل، چون این مسئولیت ها برای افغانستان سپرده شده و قوای مسلح ما نشان دادن که در مقابل متجاوزین و اجنت های خارجی ها و افراطی ها مقابله بسیار خوب قهرمانانه کردن و با وجودی که تجهیزاتشان مجهز نیست که باید میبودن، اما تانستن که از وطن دفاع کنن. جناب رئیس دولت به سرقماندان قوای مسلح افغانستان میخواین که در تجهیز و در تربیه و همچنان در سبق قضیه ها خودشان هم خیلی مداخله داشته باشن تا بتانیم که در سال 2015 خصوصا در بهار 2015 که شاید دشمن کوشش کنه که بازی تخریب کاری ها رسود بگنن که یک عمل قاطعانه در مقابل از دشمن های وطن صورت بگیره. در پول از این پروسه سال هم کوشش میکنه که اگر کنم نتیجه بده که ما بتانیم که کسایی که به قانون اساسی افغانستان وفادار باشه و منافع افغانستان ترجیح بده و در تحت بیرق افغانستان زندگی کنه که او زمینه هم مساعد بسازه که برای امنیت تاثیر داره. در اقتصاد یک گفت دیگه ایمان کس که خود جناب رئیس هم میخواه که افغانستان به مرکز تجارت و ترانزیت در منطقه تبدیل کنه که هم با هم پرانای داره که در روز گذشته در شورا خودشان تشریح کردن، حاجت نیست که سریزی صحبت کنه. شما با رئیس جمهور کرزم شناخت نزدیک دارین، از دوستای نزدیکتان است، جایگاه اونا را در حکومت آینده چگونه میبینین امروز و در سالهای آینده؟ جناب کرزم یکی از شخصیت های بسیار
بزرگ افغانستان هستند که در ساز 13 سال گذشته مثال کارهای بزرگ کردن. یکی کارهایش هم امروز که ما شما شنیم آزادی بیان و آزادی گفتار است که در این منطقه ما هم او کدام مثال نداره و خودش هم این را به صورت آگاهانه این موضوع را تقویه کردن که مردم افغانستان بتانه خدا رکت. اونا هیچ میلی ندارن که به صورت مستقیم در آینده کدام نقشی داشته باشن، مگر بایش کلان مملکت هم هر رئیس جمهوری که در افغانستان بیای و هر شخصیتی که بیاین و در مجبور است ضرورت داره که از تجارب جناب رئیس جمهور کرزی صاحب چیز کنن استفاده کنن و اون خودش بایش یک کلان مملکت یک فدر معنوی برای ما اونجا موجود است که خدا خواسته اگر کنم مشکلی به افغانستان پیدا شد کنم بحران به من ایسی یک گریش سفید و کنان اون وقت مشکلات افغانستان نگذاره که اون وقت به کنم طرف بحران بره. نقش از او دیگه و کنان های اون وقت خیلی برازنده است و ما میخواییم که در امی دینمی می نقش داشته باشد افغانستان. شما چون رئیس اداره ارگان های محل هم بودین، فکر میکنین که گزینش والی ها در حکومت وحدت ملی یک چالش خواهد بود یا خیر؟ به صورت ما عطس میزنم که شاید همین باشم، اگر من غلط بودم والی ها را به تفاهم رئیس بی دولت و رئیس بی جایت اگر رنگ گماشته میشن انشاءالله والی های نوام گماشته خواهد شد. چیزی که بسیار خوش هستیم که یک پلانی که ما در زمان ارگانای محلی داشتیم این بودیم که چون ماده قانون 137 قانون اساسی افغانستان میگه که افغانستان اگر حکومت مرکزی است مگر برای سرعت پیشرفت اقتصادی و اجتماعی این کشافی افغانستان باید اختیارات با والی سایبا و بر ادارات محلی منتقل شد. یکی از اجندای رئیس ادارات ما در وقتی که ارگانای محلی بودیم پالیسی ساخته بودیم که 25% بودجه باید به ولایت انتقال شود و ولایت و شورای ولایتی و کمیته انکشافی ولایتی بوده و مورد تصمیم بگیره که و جناب رئیس بی دولت او را اضافه کردن گفتن در حدود 40% که خودش در هم در پیشرفت اقتصادی ولایت و ولسوالی و قریجات خواد کمک خواد کرد و در زمین مراکز تصمیم گیری را نزدیک خواد ساد به اون مراجعی که تصامیم سرش تاثیر خواد داشته باشه. دیگه والیا انشاءالله بعد از یک موقف بسیار قوی و با اختیارات کافی و با یک برنامه روشن اونجا خواهد کار کنه. رئیس جمهور غنی از روزی که کارش آغاز کرده، سفرهای داشته به کشورهای منطقه و تلاشهای کرده به خاطر تامین صلح و ادامه گفتگوهای روند صلح، شما خوشبین هستین که در آینده نزدیک این گفتگوها به جای خود رسیدن؟ ما محتاطانه خوشبین هستیم. دیده شود که و کجا میرسه، یعنی خوشبینی موجود است مگر خیلی محتاط هم استیم که این خوشبینی چی نباشه، غیر واقعی نباشه. البته بعد از 2-4-5 ماهی دیگه معلوم میشه که این پروسه به کدام طرف خواهد رفت. فکر میکنین که دیدگاه پاکستان در رابطه با افغانستان تغییر کرده؟ چون ما در جریان مذاکرات افغانستان و پاکستان نیستم و من خودت مستحق نمیدارم که ایره در این مورد نظر بتونم که تغییر کرده یا نکرده، اما مذاکرات جریان داره. فکر میکنین که نقش رئیس جمهور غنی به خاطر تغییر دیدگاه کشورهای منطقه برجسته بوده در حکومت 4 ماهش؟ ما تانستیم که در مدت کم همکاری های ممالک مثل قطر و همچنان چین و امارات متحده عربی و عربستان سعودی و دیگر کشورهایی که قبلا زیاد در این مورد علاقمندی نشان نمیدادن اتو احساس میشه که علاقمندیشان برای کمک به افغانستان هم در ساعت اقتصادی و هم به خاطر آوردن صلح علاقمندی از زیاد شدن و نقششان یک ذره فعالتر شده. دیگه این یک تغییری عمده را ما میبینیم که دیمی روند است که آره کسایی که قبلا زیاد در این موضوع علاقمند نبودن فعلا علاقمند هستند که فشار وارد میسازه برای کشورهایی که در تامین صلح در افغانستان
نقش دارن و میتونن ما یک نقش فعال و خوبتر بازی کنن. رئیس جمهور غنی و رئیس اجرایی عبدالله مایا آینده قرار استن برن به ایالات متحده امریکا. فکر میکنین که حکومت افغانستان با چه اجنده باید اونجا بره؟ نقش امریکا در گفتگوهای سال یا ادامه ماموریتشان پس از سال 2016، تجهیز و بسیج نیروهای امنیتی؟ از جریان مذاکراتشان، از اجندهایشان خبر نداریم که دو بزرگوار با کدام اجنده میرن. ما شخصا چون از ساحه چیز ما خارج است، مسلزو احاطه نداریم و تماس نداریم. خود تنها چیزی گفته میتونیم که با پلانی میرن که چطور کمک های امریکا به افغانستان که وعده شده، هم نظامی و هم اقتصادی، زیادتر هماهنگ شده و تطابق کنه با شرایط اهنی و ذهنی فعلی افغانستان. در اون مرد یا صحبت میکنن، یقین دارم که پلان های مشخص هم خود بردن و امریکا هم گپای خود داشت و شرایط خود داشت که او را که دولت افغانستان خود بس خود کرد. هنوز در اون مرد من شخص چیز مناسب نیستم که در این مرد نظر بودم که چیز است. در این مرد من شامل نیستم در اجندهش. افغانستان در نشست لندن تعهدهای بسیار نیرومند کرد رئیس جمهور غنی با جامعه جهانی. فکر میکنین که قادر به این خواد بود که تمامی تعهدها را از عهده‌اش برآید؟ یکی میگم که تعهدات اگر نیرومند هم بودم، تعهدات خوبی است که به نفع افغانستان است دیگه. من یقین دارم که تعهدات دولت وحدت ملی ان شاء الله تعالی اگر کنم مانی غیر قابل عبور واقع نشد او را تطبیق خواهد کرد، متوقن است. به عنوان آخرین پرسش اگر بپرسم از نزدتان که یکی از موضوعاتی که گفته میشه ای است که شما به علت ازی از نامزدیتان از وزارت مالیه انصراف کردین که فساد گسترده را در وزارت دیدین و با توجه به شکست اقتصادی و شکست بودجه‌ای که در وزارت مالیه وجود داشت از این خاطرم شما کنار گیری کردین، دقیق است یا خیر؟ نه خیر، دقیق نیست، چون که ما قبلا میفهمیم که در تمام ادارات افغانستان فساد است و از وقتی جناب کرزی صاحب هم پرسان کنین و انکار نمیکنن، از دکتر صاحب اشرف غنی پرسان کنین، از وزیرای مربوط هم پرسان کنین، کسی از فساد چیم پوشی کرده نمیدونم. فساد و ما هدف ما این بود که بیایم که با فساد مبارزه کنیم دیگه، از خاطر فساد عقب نشینی نمیکنیم. دلیل عمدش این بود که قبلا بر شما گفتیم، اما فساد یک مشکل کلان است که باید که از اون مقابله کنیم، یک مشکل خطرناک است، خصوصا با موجود مافیایی که در تمام تار و پود ازی نظام موجود است. مگر این دلیل ازی نبوده که ما این کار رو نکنیم. سپاس فراوان آقای جلونی پوپل، سلامت باشید. تشکر.